بوری کلا رامین میزنه تو. رامین بزنین. یه هفته از سرا همش صبح ساعت 7-8 بلند میشم، حس اندرو تید دارم به خودم، حس یک آدم موفق که مثلا داره بیزینس گنده ای را میندازه. سلام رو بکس یوتیوب، خوش اومد به چنل خودتون، امیر حسین هستم. اومدیم بریم به سراغ ادامه ی استقلال، ولی این بار در 8 صبح با ریسن با فیتیله. ببینید زمان ماها جمعه ها ما صبح فیتیله داشتیم، الان هر روز صبح ریسن فیتیله ریسن داریم. بریم که با هم داشته باشیم ادامه ی چالش آینده استقلال رو با هم داشته باشیم. بازیکن خفنی که خریدیم، خیلی ذوقشو دارم که این پارت با هم ادامه بدیم و بریم ببینیم که استقلالی که الان سوم جدوله به کجا میرسه. در این پارت لایک و سابسکرایب بکنید، زنگ بودر بزنید، بریم سراغ این ویدیو. خب ببینید چی داریم بچه‌ها. در پارت قبلی خیلی منطقی، چرا منطقی میگم؟ چون این بازیکن قیمتش پایین اومده و به پرسپولیس هم لینک شده بود، یعنی داگلاس کاستا. برای استقلال خریدیم، چقدر من ذوق کردم سر این موضوع، چون اسمش میاد گریم میگیره، یاد پسای قدیمی میافتم. موسا مرگر که دیگه پارت اول خریده بودیم، اندریجا زیویچکوویچ بچه‌ها، بازیکنی که به شدت آردوهای خوبی میزنه، اصلا به خاطر همین جذبش کردم. و دیگه کاکوتا و اندونگ و روزبه و دیگه اینور بیشتر استقلالی هم جز سرجیو اسکودرو. چون بچه‌ها ما در پارت اول سه تا تاسک گذاشتیم، خرید بازیکن اسپانیایی، گرفتن یک جام در فصل اول و تاثیر مستقیم رو 20 گل که این بازیکن اسپانیایی مونه که دفاع چپ خریدیم. آره دیگه دروازه‌بان هم رفتیم آقای استراکوشا، این بازیکن رو خریدیم، بکنم آرژانتینی بود، داشت کجایی بودی؟ نمیدونم. سد حسینی گذاشتیم نیمکت و دروازه‌بان دوممون رو فروختیم به خاطر اینکه سد حسینی خیلی در پارت اول بد کار کرد. در حال حاضر کمستری 76 رو داریم و میخوایم ببینیم بچه‌ها جلوی زوباهن چی کار میکنن، چون این مسابقه رو زوباهن قراره به عنوان میزبان بازی کنه. خطری من میخوام بازی کنم. الان اومدم میبینید استقلال با 29 امتیاز سوم جدوله، بریم سراغ این مسابقه جذاب جلوی زوباهن اصفهان. داگلاس کاستا در لباس استقلال، بچه‌ها به زودی زود کیت‌های جدید استقلال و تیم‌های دیگر خواهیم داشت. زوباهن در فولاد شهر اصفهان میزبان تیم استقلال تهران است. تو گیم آزادی آماده است و استقلال در آزادی بازی میکنه. شروع میشه مسابقه جذاب. یا ابوالفز، یا بافر، رامین رضویان، فوی چیکار کردم؟ رو به جلو میفرستن سرجیو اسکودرو. اسکودرو مارگو تیرک. چون اصلا توجه به موام نکنید، چون این ویدیو بعد احتمالاً موهای منو حس کنید که نزده شده. آری کلا، اوه بازیکن اردو زن استقلال داریم، آدریان. روز به چشمی چه استقلالی دادیم، این زار به که میزنه این آی آدریان. رو به جلو، فرصت هست برای همچین بازیکن با کیفیتی. سه که کیفیتش اومده روی 240، اولا 4K بود. نمکتون نیمه اول 0-0. خب بچه، جلال الدین ماشریپوف هم داریم که اوورالش هم اوف کرده، حتما یه تمرین یادتون باشه بدیم به جلال الدین. بچه شما برید پیشبینی کنید داخل کامنت ببینیم بازی رو میبریم یا نه، انصافا بنویسید ها. وای نستید بعدا نتیجه معلوم شد. وای داگلاس کاستا میزنه تو. داگلاس پاس پایین، فوک، اندونگ، مارگا، پاس بده پایین گزارشگر میگه فاینلی 8 صبح دقیقه 91 گل زد. تیم امید به قهرمانی داشته باشی، تو هر جای دنیا به برتری میرسی. نوکرتم. تمام، یک هیچ، بازی اول. از لباس سفیدی که پوشیدم چند بار آوردم بچه. پرسپولیس زده، سپاهان هم زده متاسفانه و داریم پشت سر هم دیگه میریم بالا. هفته 19 چادر مالو رو داریم. امیتاب سلطان گلزنیه. سلطان گلزنی الان تو چه وضعیتیه؟ ببینید این گلزنا، موسی مارگا با 7 گل خوبه. محمد عمریو از چیز داریم چقدر خوب بوده. مارگا پاس گل نداده دیگه. نه همو 7 خیلی داره ضعیف‌تر از عمر از سومای پرسپولیس میره جلو. بریم داشته باشیم بچه‌ها. خواستم تمرین بدم به آقای جلال الدین، بازیساز خلاق. میخوام روی موضوع کار بکنه و به یه برتری‌هایی برسه. خب مذاکرات، پیشنهاد منطقی برای آقای اسلامی و مرداد و برای اسلامی که 5 میلیون 900 قیمتشه. اگه 5 و 800 میدی ورده اسلامی رو ببر.
کویام گام بد شد دیگه، عملا بهش بازی نمیدن. خب تو استقلال دیدی که گفتن که برای بازیکنی که تو سطح آسیا بخواد تو لیگ نخبگان بازی کنه مسامارگا کافی نیست واسه استقلال و میذارمش فروش که بفروشیمش حداقل پولی در بیاریم. و چادرملو نمیدونم واقعا گیر میکنیم. بازی بعدیمون جلوی ملوانه، ملوانی که ششم جدول، بذار ببینم خودشون چیکار میکنن. که مسری چه جوریه؟ 77 بچا برید ببرید، این روی ما رو زمین نذارید، برید تو بری تو ببرید بیاد بیرون. بوری کلا سیک 35 امتیاز و پرسپولیسی که یه امتیازش رسیدیم. ایول چیزم مساوی کرده بود سپاهان هم احتمالا. بریم هفته بعد که هفته جذابی، روز مذاکره داریم چون میخوایم دوتا از بازیکنامونو بدیم برن. اسلامی 1 میلیون، بابا مرتی که بهت دارم میگم من زیر 5 میلیون نمیدم، 5 میلیون 100. خب به اوکی، مثلا که اوکی کردن و میره به لنز فرانسه، میره به کشور خودش موسی مارگا و میفروشیم بازیکن 2 میلیون و 500. الان پول داریم. آره کوشکی هم پیشنهاد اومده، جالبه قیمت کوشکی و چیز یکیه. بابا من گفتم اگه 5200 میدی بذار ببینم بازیکنی ندارن، بلش کن 5200 اگه میدی بردار ببر. سرجیو اسکودرو خواهان تمدید قرارداد. بچه قراردادمون داره هلوشه یه چند وقتی که تموم میشه، اول ماه میلادی تموم میشه قراردادمون با اسکودرو. اگه اوکی تر باشه قطعا باش تمدید خواهم کرد. بریم جلوتر، هنوز داستانه نقل انتقالاتو داریم. برای کوشکی 4800 گفته، برای اینم 4800. نه من جوونامو نمیدم علکی برن که. 5100 میدی بردار ببر، 200000 تام خیلیه. برای شما هم همون 5100. برای از سوانزی پیشنهاد اومده واسه مرداد محمدی که اورالش هم اوف کرده. مرداد و ارزشش چقدره؟ 4. اینا من اگه 5900 بدی عالیه، میذارم ببریش چون مرداد اوف کرده. ما بازیکن لول بالا میخوایم که بتونیم بریم بچه‌ها واسه لیگ نخبگان. بله تازه وارد داگلاس کاسا انتظاراتو بالا برده. 4800 اوکی. بله مثلا که کوشکی خیلی داستان بوده، قبول کرده تیم اپوئل و کوشکیو میپذیرم که جداش ازمون. 2900 اسلامی خاتمه دادم به مذاکره، نمیدم اسلامیو نمیدم بره. محمدی چی؟ مذاکرات شکست خورده. اوکی خب احتمال زیاد دیگه میریم به سراغ بازی در مقابل ملوان. ملوانی که محمد عمری داره که عمری الان به دقیقاً تعدادی که موسی مارگا واسه استقلال گل زده، عمری هم واسه ملوان گل زده. ببینیم استعدادمون واسمون چیزی کشف کرده. 37 سال رفتی کشف کردی مثلا. پیشنهاد اومده برای اوه چقدر قیمتش پایین اومده. او خانه تامین قراردادم هستش، فعلا قرارداد داره. الکی دنبال سرجیو اسکودرو نمیافتیم. بریم بازی که پنجم جدول ملوان بچو، این بازی رو ببریم. یکی از اون تیمای پرسپولیس و سپاهان اونور بلغزه تمومه. میلاد سلک رو میبینیم اونور، همه اومدن. بچا میخوام امروز دو هافک دفاعی بازی کنم، اندونگو بذارم روزبه بره بیرون و جلادی مشاریپوف رو بذارم. چون مشربوفو نمیخوام باعث شه که اوف بکنه. بریم به سراغ ملوان، بریم که با هم داشته باشیم یک بازی جذاب. ملوانی که همین هفته پیش بود، هفته پیش دو هفته پیش بود، دیدیم که چقدر خوشگل جلوی استقلال بازی کرد و تونست 2-2 بگیره و ببینیم چه اتفاقی میفته. کلاس ساعت داگلاس توی دروازه همون اول تو کرج میکنم 400 رو پول. ببین چی میشه داگلاس کاستا میگه ممنونم از آقای رئیسن که منو دعوت کرد. با این کارش تشکر کرد از آقای رئیسن. میسم این ضربه ای که میزنه آدریان باریکلا مارگا داگلاس کاستون. چه بازیکنی خریدن داگلاس، برو جلو بیرون پا زد. فرصت داگلاس کاستا به پایین این ضربه که میزنه توی گفتن. چه بازیکنی خریدن انریجا آردا زن خار و مادر این بازی کن. لیونل مسی مناطق محرومه ولی بلده. موسی مارگا داگلاس کاسا فرار رو ببینی. کاسا بیرون برو نگه کن. اونی که آردا داره، اینی که بیرون با داره هتریک میکنه. روبه جلو ایچ توپی بیرون زدن نیمه اول. این زبه از مارگا، این واقعا مارگا رو گزارش کردی میکنم باید همجوری بگم مارگا مارگا. فرصت زربه رو تو نگاه کن. وای بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون دروازه بان عالی. تمام 4-0.
همه چی داره خوب پیش میره. پرسپولیس برده، سپاهان هم برده متاسفانه، و داریم دوش به دوش هم میریم بالا. و خوبیش اینه که دیگه مثلا تیمی مثل چهارم جدول مثل گلگر نمیتونه ما رو بگیره. خب آسیا رو داریم، بازی رفت جلو سپاهان، ببینیم بچه‌ها چیکار میکنن خودشون بازی رفت. و اصولا ما بازی رفت رو رد میکنیم. حالا تو وای بچه‌ها، داویلاس کاسا 4 روز مصدوم شد. برو میذارم اونجا جلال الدین ماشریپوف رو میذارم و بریم با کمستری 79 ببینیم بچه‌ها بازی رفت و چیکار میکنن. امیدوارم خوب ببرید. 2-0 سپاهان خوردیم. پرسپولیس هم 1-0 تراکتور زده، الاهلی هم 2-0 الهلال زده و النصر و الاتحاد هم 2-2. خیلی بازی داستان داریش. اعلام بازیکن سال اروپا امباپه. هفته بعدی هفته 21 مثل رفسنجان رو داریم. من موندم سپاهان چجوری ما رو برد. مثل رفسنجان جزء تیمای بالا رده نیست. ما هم در باشگاه آزادی داریم بازی میکنیم. داگلاس کاستا چه موقع مصونیت بود پسر؟ بریم ببینیم بچه‌ها چیکار میکنن. این مسابقه رو میخوام رد بکنم، یا فاصله میگیریم دوباره، یا اینکه میبریم. برید ببرید تو، بیاد بیرون. پرسپولیس باخته، سپاهان برده، ما دومیم، ما دومیم، 5 امتیاز اختلاف با سپاهانی که ولکن نیست صدر جدول. آسیا هم تازه ما رو برد. آخرین روز نقل و انتقالات رو داریم. نقش بازیکن تیم مرداد محمد در مورد هم تیمی خوش کاکوتا گفته با بازی او کل تیم یک پارچه میشه، او بازیکن با استعدادی و همه ما میتونیم ازش چیزای زیادی یاد بگیریم. آیا به خاطر سن کاکوتاست؟ چند سالشه؟ 33. بچه‌ها ترکیب برنده رو دارید میبینید. خب الان بازی داریم جلوی آلومینیوم عراق که هفتم جدول هم از آلومینیوم، و بازی بعدیمون تو آسیاس. خیلی بازی مهمیه و من رد میکنم نقل و انتقالات رو. دیگه کار خاصی نداریم تو نقل و انتقالات، خوب جذب کردیم تو نیم فصل. و هفته 22 آلومینیوم عراق، نمیدونم بازی کنم یا بازی نکنم باهاش، ولی یه حسم میگه خیرمونو میگیره حاجی. برگرد تو داگلاس، یه دونه اوورال هم اوف کرد داگلاس کاسا. یه تمرین داگلاس بدیم، متخصص سانتر کار کن رو این موضوع. داگلاس 33 ساله، بریم این بازی رو انجام بدیم. من میترسم بچه‌ها راستیتش، حالا میریم خودمون گند میزنیم الان. میترسم جلوی آلومینیوم دو تا بازی پشت سر هم باید گیم پلی داشته باشیم. بریم ببینیم که این مسابقه چه اتفاقی میفته. آلومینیوم عراق، آلومینیومی که همیشه خیر تیمای تهرانی رو خیلی خوبیت، یا یه جور بهتر بگم خیر تیمای بزرگ لیگو مثل تراکتور و سپاهان و تیمایی که حداقل خوب خرید میکنه. حالا بزرگ بگیم الان میگن چرا مثلا تیمای دیگر رو نمیگی بزرگ. مارگا پاس پایی، کاکوتا با بیرون پا به بیرون، مارگا این ضربه از داگلاس بوری کلا پسر. بازی کنه اردو زن ما رو ببین. تموم تموم. ای کاش پسم مثل اف سی سیم تو ان داشت بچه ها، همین الان بازی رو تمام میکردیم. وای روز به چشمی بچه ها. آلومینیوم عراق، آلومینیوم باری کلا در روزبن. خوش تکتیک این پسری که داره گلو میزنه. چه مسی خریدم واسه استقلال. اندریجا زیوکوویچ، نیمه اول 2-0 با دو گل ادریجا. پوسونی که موریکو 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 پسر تو نمیزنیم. آکوتا فرصت، داگلاس کوس. چه تیمی رو داره استقلال، چه تیمی رو داره کاکوتا. فرصت، داگلاس این استقلال اون استقلال نیست، نیو استقلاله. فرصت، گوساوو بلانکو. اصلا مهاجم نوکامو نمیتونن. تموم سوتو بزن. تموم 4-0. الان دوتا از توی این هفته دوتا از بازیمون 4-0 شده. چه تیم گلزنی، امیدوارم این گلزنی جلو سپاهان هم باشه. خب سپاهان که برده، پرسپولیس هم برده. بابا نبر دیگه سپاهان. گل زده سپاهان رو ببینید، این همه 4-4 میزنیم بازم از پرسپولیس و سپاهان کمتر تو گل زده. بله بازی برگشت آسیایی که میتونیم نیمه نهایی رو ببینیم بعدش. خب بچه‌ها یه چک میزنیم، چون بچه‌ها گل می‌خوایم بعد دو تا افک دفاعی بازی کنیم. روز ببره بیرون، ماشریپوف بیاد، دو تا ما هم عوض شید. و یا خدا چه بازی، امیدوارم که بهترین بازیتون رو بکنید. میرم که تلاشمو بکنم بچه ها، میرم که تلاشمو بکنم. چه فوتبالی، چه فوتبالی. بریم ببینیم استقلالیا چیکار میکنن. بازی در آسیا با همکشوری. رامین رو دروازه میفرسه، رامین بزن داگلاس کاسا، برس بهش، برس بهش، خواهش 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 برس. پاس موسا مورگ رو به جلو، داگلاس کاسا بازی کنه، بایر بازی کنه، بایر رامین بده بیرون و دیگه و گوله گوله ولی به خودی پیام نیازمند حساب میشه. بودو بودو بودو، نیمه اول تمومه. من که میدونم اون یه دونه گلمون رو مارگا میزنه، چون مارگا قشنگ بسته واسه ما تو لیگ گل نزنه ما به اون تارگتمون برسیم. با
باریکلا مارگا به پایین چرا رفته به سانت مارگا رو دروازه خوب میسانته آدریجا آدریجا درور دروازه بان در میگرده ما شریپوف فو خلاصم کن اینطوری راحت خیلی نامردی بازی کرد سپاهان خیلی نامردی بازی کرد یا خدا اونورم تراکتور پرسپولیس رو زد انس زد و الاهلی هم نداره بچه ها فصل اول پرسپولیسمون هم همینجوری بود و بریم که هدف اصلیمون رو بذاریم روی لیگ هیچ عیبی نداره ما فصل دیگه هم با استقلال هستیم اونجا دیگه میریم واسه گرفتن چنگانه فقط با نبود داگلاس کاستا بود بازی رفت اونجوری شد بهتون قول میدم خب استقلال خوزستان رو داریم سپانش خیلی آماده است خب میزبان این با استرال خوزستانی که هشتم جدوله بچه برید ببرید باشه وایس ببینم کمستری 80 خدایی زشته نبریم ببرید بیاید بیرون مساوی سپانم سه هیچ زد اختلاف بگیره پرسپولیس هم امتیاز ماست او بچه فقط میخوام یه لحظه اون پایین رو نگاه کنید سپاهان پرسپولیس تراکتور پشت سر هم بریم یک بازی زد ببین واه یعنی یک بازی وحشتناک میخوام بکنم جلوی سپاهان بچه تو لیگ انتقامی ها بازی بد انتقامیه ترکیبو بده ببینم چه خبره سرجو اسکودرو چند سالشه 33 سالشه ابوالفضل جلالی میذارم که کمسرمون میاد پایین ولش کن فعلا بریم جلوی سپاهان ساعت 8 شب بازی بد انتقامی سپاهان استقلال میزبانی سپاهان ولی اصلا این مسابقه معمولی نیست وای این ضربه مرسی میزنه تو کاکوتا میره جلوتر کاکوتا این ضربه که میزنه بیرون آندریجا میزنن تو آندریجا برای رامین آندریجا بوری کلا رامین میزنه تو رامین بزنید سرجو اسکودر رو دروازه میفرستن ای وای سپان سفیده تمام بچه نیمه اول مارگا موسف رامین رو به جلو رامین بفره وای فور اندونک پاس آندریجا فرصت رو دروازه مارگا بزنی حب ندارم خیلی فشار خورم آجی وای ما دو تا هفته سخت داریم اولی شده پرسپولیسه امیدوارم که بد ببازید امیدوارم که سپاهان در ادامه مسیرش بد ببازه اصلا مردونه بازی نمی کنن بریم داشته باشیم پرسپولیسی که استون رونوفو داره اونور و یک بازی که نمیدونم پارت بازی آخر این پارت میشه یا خیر پرسپولیس استقلال خیلی این برد برامون ارزشمند و مهمه باری کلا پاس پایین آندریجا این زاره بکه میزنه به الکسیس گوندوز البته امیر رضا رفیعی گذاشتن ای کاکوتا خوب میزنه به بیرون مورگا آجی جمع کن بساطه تو خدا وکیلی مثلا جهتم دیگه بهش نمیدن بازم میزنن بیرون باری کلا آندریجا لیونل مسی استقلال میزنه تو آندریجا توی دروازه تو باطنه غیر تخصصی بچه یکی دیگه میخواییم خیال خودمون رو راحت کنیم کاسا مورگو واقعا کاسا کار خودشو میکنه تو تیم علی پور وای باری کلا دروازه بان نیمه اول اوسا بلانکو رو میذارم تو مارگا خیلی دیگه داره میره رو مخم رامین کاشتر میزنه میده به سروش به سروش چیه سرجو اسکودیو رو دروازه روز به خطا دیگه دو بار روز به چشمی رو زدن الان مصدوم نشه خوبه رامین وای نه 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 سامون این ضربه بزنید به حاجی گفتم با یه گل نمیشه <تص->
سپاهانم که بابا ولمون کن بابا، مسخره بازی گرفته. تراکتور، این آخرین بازی این پارته. اصلا اعصاب ندارم، بیایید بالا. بریم با همین ترکیب عجیب میرم تو. فکر کردی چی؟ اومدم تراکتور. با لباس جدید میریم تو که حس خوبی داشته باشه. بریم که داشته باشیم. لباس باحال خوشگل استقلال رو میبینیم. اگه این لباس خوشیوم باشه، تا آخر فصل با همین لباس میریم. الوز رو دروازه بزنید. بچه دفاع وسط های ما سامان فلا افتضاحه. سورابیان بیاد بره. سورابیان گذاشتم دفاع. سامان فلا اصلا اینگاه نیست تو دفاع. به پایین داگلاس کاسم بزنید. بزن سک تو رود مارگا. ریکاردو آلوز آفساید. قطعا دیگه لعنت بهت. اینو بتونی گل کنی عالی میشه. تمام نیمه اول صبر کنید. خب ببین ما بریدون گوشه ها، تو بیا بالا، تمام توانمونو میذاریم. تو برو بالا، رامین تو اونجا بمون، ابوالفضل جلالی بیاد یا زکی پور. سرعت زکی پور بیشتره، زکی پور سرعتش بیشتره. ما شریپوف هم میارم جای رامین. ترکیبو نگاه کن فقط. بریم آندری جا بلانکو توی دروازه. چه خوشگل، چه خوشگل. اولیش دقیقه خوبی زده شد. بلانکو این سم رو به جلو گوستو. وای وای خدا. رافائل، رافائل سیلوا، رافائل سیلوا، سیلوا. آختی یهو شل کردن. چهارم جدول همش به خاطر سپاهانه. هفته 27 اون خیبر خرم‌آباد. دمتون گرم بچه‌ها که تماشا کردید. پارت بعدی هم ادامه این فصل رو داریم و پس بعدی که وای دفاع رو همشونو می‌ریزم بیرون بچه‌ها. دفاع استرال در حال حاضر همه رو می‌ریزم بیرون. لایک و سابسکرایب کنید زنگوله و تو ویدیو بعدی خدا نگهدار.